حتما تا اینجای کار براتون سوال پیش اومده که چطوری میتونیم اجسام رو به صورت دقیق جابجا کنیم، بچرخونیم و یا تغییر مقیاس بدیم. از این جهت ما باید بریم سراغ پنجره ترانسفورم. ببینید، من یه جسم ایجاد میکنم، ما یا میخوایم موو دقیق انجام بدیم یا روتیت یا اسکل. نتیجتا باید اون فرمان مد نظرمون فعال باشه، یعنی اگر موو دقیق، خب طبیعتا باید موو فعال باشه که شورتکاتش هم W هستش. وقتی موو فعال میکنید، کافیه روی خود آیکون موو کلیک راست کنید، پنجره موو ترانسفورم براتون باز میشه. اگر مووتون در حالت انتخاب باشه و جسم انتخاب باشه، F12 رو هم که میزنید این پنجره باز میشه. اوکی؟ یعنی شورتکات همون کلیک راست روی آیکون F12 هستش. اگر جسم انتخاب نباشه و این فرمان فعال باشه، این پنجره هست ولی کلن چی؟ فریزه، چون نمیدونه سیستم که به صورت دقیق چه کاری باید انجام بده، باید موف کنه، روتیت کنه یا اسکل، از همین جهت فریزه. اگر باز جسم انتخاب باشه و فرمان فعال نباشه، دوباره این پنجره فریزه. نتیجتا اون فرمان مد نظر باز فعال باشه، جسم هم در حالت انتخاب باشه. دو تا پنجره دارین، دو تا قسمت دارین در واقع، ابسولوت ورد و افست ورد. تو قسمت ابسولوت ورد که در واقع مختصات مطلق رو نشون میده، من خیلی ساده اینو توضیح میدم خدمتتون. ببینید بچه ها، جسمه در واقع هر جایی که قرار داشته باشه، این عددا مختصات جسم رو نسبت به نقطه صفر و صفرمون مشخص میکنه. یعنی منفی 210 سانتی متر خورده ای تو محور ایکس الان، 122 سانتی متر خورده ای توی وای، تو زد هم حرکت نکرده، میبینید که صفر. من توی زد جابجاش میکنم، عدد تغییر میکنه. خب خیلی مشخصه که اگه همه اینا رو من صفر کنم، جسمه میاد تو نقطه صفر و صفر قرار میگیره. واسه این که به حداقل ممکنم برسونیم اعداد در اون کادر پارامتر رو، میدونیم که اگر کلیک راست کنیم این اتفاق میفته. خب جسمه اومد نقطه صفر و صفر. اما ما با قسمت ابسولوت ورد توی کار خیلی درگیر نخواهیم بود. قسمتی که باهاش کار میکنیم افست ورده، چون ما مختصات و در واقع مکان جابجایی رو از خود جسم باید در نظر بگیریم. یعنی ما میگیم این جسم مثلا 5 متر بره اون طرف، یا 2 متر بره تو محور وا، یا 2 متر بره بالا، درست شد به نقطه صفر و صفر معمولا کاری نداریم. در واقع مختصات مطلقمون کاری نداره، مختصات خود جسمه. پس با قسمت افست کار میکنم، هر جایی که من جسمو قرار میدم این عدد تغییر میکنه، کاری باش نداریم فعلا. این قسمت افست میبینید که صفر و صفر، چون مختصات خود جسمه. مثلا 5 متر میخوام این بر جابجاش کنم، توی محور ایکس تایپ میکنم چی؟ 500 سانتی متر. 5 متر جابجا شد، دوباره میبینید که صفر و صفره. حالا مثلا 1 متر و نیم قرار بیاد بالا، اینجا تایپ میکنم 150 سانتی متر، اومد بالا، درست شد؟ پس ما با قسمت افست کار میکنیم و خیلی راحت میتونیم جابجایی دقیق رو داشته باشیم. حالا اگر بخوایم روتیشن دقیق انجام بدیم، باز خیلی ساده، کافیه گزینه روتیتمون انتخاب باشه، شد پنجره روتیت ترانسفورم. مثلا توی این محور در واقع وای میخوایم 45 درجه بچرخه، اینم 45 درجه چرخش، درست شد؟ یا توی محور زد این اتفاق براش بیفته، 45 درجه، 15 درجه مثلا تو محور زد، درست شد؟ ببینید بچه ها، ولی برای روتیت کردن خیلی واسه تون راحت تره که قبلا با انگل آشنا شدید، انگلتون رو فعال کنید، مثلا اینجا تایپ کنید 45، و تو هر کدوم از محورها که دلتون خواست این کار رو میتونید انجام بدید. من باشم اینجوری کار میکنم توی این قسمت، به جای پنجره ترانسفورم میام از انگل استفاده میکنم واسه گزینه روتیت. حالا اگر اسکیلتون فعال باشه، همون کلیک راست رو بکنید یا F12 بزنید، الان 100% خود جسم دیگه، درسته؟ 200% میشه دو برابرش، به حالت قبل برگردم 50% میشه نصفش، درست؟ و حتی اگر بخواید توی یک جهت خاص این اتفاق بیفته، میتونید اینو توی یک جهت خاص اسکیلش کنید. چیز خیلی ساده ایه، پیچیدگی خاصی نداره و امیدوارم کاملا درکش کرده باشید. و مسئله بعدی روش‌های تکثیر بچه‌ها که گفتم خدمتون عرض میکنم. ببینید مووتون فعاله، کافیه کلید شیفتتون رو نگه دارید و فرمان موو رو اعمال کنید، یعنی انجام بدید، به صورت فیزیکی اینو جابجا کنید. اوکی؟
رها که میکنید موستون رو، این پنجره کلون آپشنتون باز میشه. خب حالت کپی دارین، اینستنس دارین، رفرنس دارین، باهاش آشنا شدین، تفاوتاشو میدونین. قسمت نمبر آف کپیز تعداد رو مشخص میکنه، مثلا من میزنم 12 تا، با همین فاصله درست شد به این تعداد تکثیر شد. اوکی؟ خیلی ساده است. دقت کنین بچه ها، موقع تدریس من اینو بارها متوجه شدم که گاهی اوقات به بچه ها میگین شیفت و موو، میان شیفت رو نگه میدارن با گزینه W و منتظرن این اتفاق بیفته. ببینید W شورتکات فعال کردن فرمان موو، و شیفت و W هیچ کاری برامون انجام نمیده. شیفت رو باید نگه دارین، فرمان مووتون که فعاله، این فرمان رو اعمال کنید، تعداد بدید و اوکی کنید تا اون اتفاق بیفته. اوکی؟ حالا این فرمان توی روتیت و اسکیل هم هستش، یعنی روتیتتون که فعاله کافی مثلا شیفت رو نگه دارین اینو روتیت کنید. من میتونم انگلم رو خاموش کنم، مثلا اینقدر روتیتش کردم درسته، حالا تعداد بدم همون اتفاق دوباره افتاد. یعنی من اگه 3 تا بزنم خب 3 بار تکرار میشه. متوجه شدین کامل؟ من اینو این شکلی کنم، مثلا شیفت و روتیت، یعنی تعداد به این صورت. اوکی؟ حالا واسه اسکیل هم باز همینو داریم، باز شیفت و در واقع ای گرفتن تکثیر از طریق روتیت رو برامون انجام نمیده، شیفت رو نگه میداریم فرمون روتیت رو انجام میده. واسه اسکیل هم به همین صورت هستش، این شیفت این اسکیل، ببینید به همین میزانی که تغییر مقیاس پیدا کرد، F3 رو بزنم، همینجوری تغییر کرد و 3 تا در واقع تکثیر ازش گرفت و بزرگترش کرد. اوکی؟ و حالت چهارمی هم میمونه که من باز اینو از طریق شورتکاتش خدمتون بگم. ببینید تو این حالت چهارمی که خدمتون میخوام بگم، چه فرمان موف فعال، موف روتیت یا اسکیل فعال باشه چه نباشه، هیچ فرقی نمیکنه، چون تو این 3 تا حالت باید یکی از این فرمان ها فعال باشه، وگرنه ما نمیتونیم تکثیری انجام بدیم. ولی تو این حالت آخر خدمتون میگم چه فعال باشه اینا، چه فعال نباشه. مثل الان که سلکت آبجکت تنهاست، من کنترل وی رو که میزنم این پنجره باز میشه، پنجره کلون آپشن، ولی میبینید که چیزی به اسم نمبر آف کپیز نداره. چرا؟ چون یه دونه ایجاد میکنه دقیقا در محل جسم اول که من اوکی کنم، خب الان دقیقا روش ایجاد شده، جابجا کنم بچه ها متوجه میشید. اوکی؟ یعنی اینو من پاک کنم، ببینید این الان یه جسمه، یه بار دیگه انجام میدم، حالا اصلا موبم فعاله، کنترل وی که میزنم اوکی میکنم، الان اینا دو تا جسم رو همن، من اینجا به جا میکنم، شما میتونید جسم پایینو ببینید. این در مواردی که بخوایم دقیقا روی جسم اول یه دونه جسم دیگه داشته باشیم.